به نام خدا. سلام، محسن آهنی هستم. با یک ویدیو آموزشی دیگه من در خدمتتون هستم. امروز میخوام طریقه بستن باند بوکس رو بهتون بگم. جلسه گذشته اگر حضور ذهن داشته باشید گفتم که باند بوکس تهیه کنید، که این جلسه میخوایم آموزشش بدیم، با همدیگه شروع کنیم بستن باند بوکس. پس لطفاً اگر باند بوکس تهیه کردین دم دست بگذارید که با من همزمان با توضیحاتم شما هم شروع کنید به بستن باند بوکس. باند بوکس به چه علت ما می‌بندیم؟ برای چیه؟ ببینید، زمانی که من دارم ضربه می‌زنم به کیسه، شما فکر کنید اگر که با کیسه بوکس کار کرده باشین، ضربه زده باشید، محکم پیش اومده که ضربه‌ای که دارید می‌زنید مچ دستتون خم بشه. حین ضربه زدن پیش میاد که مچ دست خم بشه، ضربه قوی بزنید، مچ برگرده، درد شدیدی میگیره، تاندونه مچتون آسیب میبینه. باید از این قضیه ما محافظت کنید با بستن باند بوکس. باند بوکس البته یکی از روش‌های محافظت و تقویت مچ دسته. ما باند بوکس رو میبندیم که این قسمت مچ قسمت اسکوفوئید است که باید محافظت کنیم از این استخون‌های ریز که ضربات که میزنیم آسیب نبینه. دست ما انگشتان ریزی از استخون‌های ریزی تشکیل شده. بنابراین باید خیلی مواظبت بکنیم. چرا؟ چون ما وقتی داریم تمرین میکنیم به مرور داریم تمرینات بوکس انجام میدیم، شادو میزنیم، حرکات بدنسازی کار میکنیم، به مرور عضلات ما تقویت میشه، قوی تر میشیم، ضربات دستمون سنگین تر میشه و اگر که مراقبت نکنیم و حواسمون به مچ دست مفاصلمون نباشه به مرور آسیب میبینیم. هیچ وقت تا میتونید دوستان سعی کنید بدون باند بوکس تمرین نکنید، کیسه نزنید. حالا سبک زدن ایرادی نداره، یکی حالا خودشو بتونه کنترل کنه، اون حسشو بتونه کنترل بکنه، سبکتر ضربه بزنه. مثلا با خودش بگه من میخوام 3 رانده مثلا با 10% یا 20% قدرتم ضربه بزنم، ولی این نباشه که با تمام قدرت بزنید، چون ممکنه آسیب ببینید، ارزشش نداره. چرا؟ چون شما میخواید لذت ببرید از تمرینات کیک باکسینگ و روی تناسبتون، روی کاهش وزنتون کار بکنید. باند بوکسی که ما میخواییم ببندیم کمک میکنه به اینکه دستتون داخل دستکش عرق نکنه، ضربات قوی تری بتونید بزنید و جلوگیری بکنید از آسیب مچ دست. پس دلایلش ایناست. خب عزیزان، برید باند بوکستون رو بیارید، باند بوکستون رو باز بکنید، من الان با هم دیگه شروع کنیم بستنش. امیدوارم باندتون آماده باشه، با من انجام بدید. این باند بوکس بسته است، چسبش رو باز کنید، به این صورت در میاد. یک سر باند چسبش هست که در آخر روی هم دیگه فیکس میشه، یک سر دیگه یه جای تعبیه شده که این میفته داخل شست. یعنی شروع بستن باند بوکسمون پس از این سر باند بوکس. حالا بعضی این طوریه یا این مقدار پهن‌تر میگیرن، ولی این حالت بندی باشه، نازک‌تر باشه بهتره. در نشستتون قرار بدید، از روی مچ دست شروع میکنید، یک دور دور مچ دست میبندید، از همینجا ضرب در میاییم به سمت پایین بالای انگشتان، دوباره یک دور اینجا میبندیم، ضرب در میاییم دوباره بالای مچ. توجه داشته باشیم، من گفتم توی صحبت ها دقیقا ما مچ دست مخصوصا این قسمت اسکوفوئید چند تا استخونه ریز ما میخواییم پوشش بدیم و انگشتان ریزی که به دستمون زیاد هست، دور انگشت شست دور صاف میام بالا، میدین بالای مچ، دور یک دور دور مچ دست، از همینجا ضرب در میام بالا. دقیقا اگر توجه کنید، من از این نقطه، از این ناحیه میام این بالا یه دور میبندم، دوباره از این ناحیه میام این سمت، کاملا حالت ضرب در که من باعث نشه مثلا اگر باند نبسته باشم مچ دست من این ضربه ممکنه خمیده بشه، حالت شکسته بشه،
که تاندونای موج ممکنه آسیب ببینه. پس یکی از دلایلش این هست. ضمناً توجه کنید باندتون رو دائم می‌بندین. ببینید یک مقدار بکشید. به مرور با بستن و با تکرار قلقش دستتون میاد، متوجه میشین که چطور بهتر ببندید. نه اونقدر شل باشه که بودن یا نبودنش هیچ فرقی براتون نکنه و نه اونقدر سفت ببندید که قسمت‌های انگشتان دستتون خون جمع بشه و درد بگیره. نباید این حالت هم باشه. صرفا به خاطر این هست که مچ دست رو محافظت بکنیم و بتونیم ضربات قوی تری بزنیم. دوباره میایم بالا، از همینجا یک دور دور مچ و تمام. ببینید اینو تکرار کنید دوستان، حتما تکرار کنید. اینا باید خیلی خوب یاد بگیرید. باندتون رو تو خونه فرصت دارید، بیکار هستید، باز کنید، چندین بار ببندید، تکرارش بکنید، ببینید این ویدیو رو و یاد بگیرید که برای مرحله بعد باند، طریقه بستن باند به روش حرفه‌ای‌تر و بین انگشتان رو بهتون یاد بدم، حتی در جلسات آینده، چند جلسه آینده. طریقه بستن باند بوکس رو بهتون آموزش دادم. حتما باید وقت بگذارید، حتما باید تمرینش بکنید، باز بکنید، ببندید، چندین بار این کار رو انجام بدید. همین که مسلط‌تر میشین، تسلط بیشتری پیدا میکنید روی بستن باند بوکس و احساس بهتر دستتون که میتونید ضربات قوی تری بزنید و اینکه سرعتتون هم بیشتر میشه، یعنی زمان کمتری یا وقف بستن باند بوکس میکنید این تمرین که زمان تمرینتون خراب نشه. پس بنابراین تمرینش بکنید. اون یه طریقه بود برای بستن باند بوکس. حالا میخواییم مچهای دستمون رو کار بکنیم، چون این اتفاق هم زیاد پیش اومده که گفتم دوستانی که کار میکنن بعد یه مدت با تمرینات شنا، با تمرینات شادو زدن، کیسه زدن، ضرباتشون قوی تر میشه، عضلاتشون تقویت میشه، قدرت ضرباتشون میره بالا. مچ‌ها رو هم باید کار بکنید، باید روش کار بکنید تا قوی تر بشه با استفاده از دمبل‌های کوچیک. اینا خیلی داخل منزلشون دارن. از این دمبل‌ها یک جفت تهیه بکنید، دو جفت، حالا 1 کیلو 2 کیلو داشته باشید داخل خونتون، اونایی که میخوان کیسه بزنن، اونایی که براشون مهم هست تهیه بکنید تا من بهتون بگم به چه صورت کار بکنم. با من همراه باشید. خب در منزل یا محل تمرین، حالا روی مبل یا روی صندلی یا روی میز پرس بشینید، روناتون موازی زمین باشه. ببینید من از دمبل 1 کیلو استفاده کردم. این حالا بستگی به اون نفر داره که خانم هست، آقا هست، وزنش، قدرت، توانایی نفر. بر اساس تواناییتون دمبل انتخاب کنید. وزنه سنگین نمیخوام استفاده بکنید به نسبت، چرا؟ چون میخواییم تکرارهای بالا بزنید، تکرارهای بالا کار بکنم که این تاندونهای مچ دست تقویت بشه. پس بنابراین دمبل های نیم کیلو هست تا 5 کیلو میتونید استفاده بکنید بنابرای تواناییتون. ساعت هاتون رو روی رونتون قرار بدید، دست ها رو به پایین، پشت دست رو به سقف میاد بالا و برمیگرده پایین. ببینید این الان سبکه. شاید 10 تا براتون بگید خب سبکه، میتونید تعداد بیشتر بزنید با همین وزنه، نه اینکه زیادش کنید. تعداد رو ببرید 20 تا 30 تا، مثلا 3 ست یا 4 ست 30 تایی بزنید یا 4 ست 50 تایی. ما تکرار میخواییم، تکرار و به نسبت تدریجی وزنه رو افزایش میدیم که تاندون های مچ دست و عضلات ساعدتون درگیر بشه. ببینید اینها برای تقویت عضلات سرساعد و تاندونهای مچ دستتون هست. این حالت رو میتونید از 3 ست 10 تایی شروع بکنید، تدریجی زیادش بکنید، تکرارهاتون رو ببرید بالا و بعد ست هاتون رو زیاد بکنید، برسونینش به 5 ست، مثلا 20 تا 30 تا و همینطور برعکسش انجام میدید. کف دست رو به سقف، این هم سعی بکنید کاملا با چرخش. این هم برای عضلات ساعد هست، قسمت زیرین ساعد و همطور تاندون ها را درگیر میکنه. پس این حالت ها را انجام بدید دوستان
باز یک حالت دیگه، دمبل ها رو این حالت نگه دارید، از موج بیاد پایین به سمت بالا ببر. برای تاندون ها و همینطور بالعکسش انجام بدید، یعنی دست حالت آویزون باشه به سمت پایین، این حالت. برای هر دو دست انجام بدید. اینا رو بعد کار بکنید باز حرکت دیگه. هم این حالت رو میتونید ساعداتون روی رونتون باشه انجام بدید، هم میتونید دستاتون رو بالاتر نگه دارید که یه مقدار عضلات جلو بازوتون هم و سر ساعدتون بیشتر درگیر باشه. اینا من خدمتون گفتم به مرور میتونید با وزنهای بیشتر با تقویت تدریجی عضلات پیش برید. تمرینات مچه دست دیدیم. ما همونطور که باید مچه دستمون رو قوی بکنیم، قطعا عضلات سرشانه قوی هم باید داشته باشیم. عضلات پشتی قوی، عضلات سینه قوی باید داشته باشیم که بتونیم ضربات قوی بزنیم، بوکسور قوی بشیم، کیک بوکسور قوی بشیم. با دمبل، همین دمبلایی که الان دست من می‌بینی، اون تا توی پرانتز من بازم بگم دوستان عزیز، شما باید تکنیک درست و صحیحش رو یاد بگیرید، تمرینش بکنید، تکرار بکنید، اونقدر شادو بزنید که تسلط کامل پیدا بکنید. باید وقت بگذارید تمرینش بکنید. با تمرین میتونید بهتر شین و با استفاده از دمبل بتونید ضرباتتون رو قوی تر بکنید، استقامت عضلات سرشانه‌تون رو بیشتر بکنید و زمان بیشتری بتونید شادو بزنید. پس بنابراین فراموش نکنید، یکی اگر تازه یاد گرفته ضربات چپ راستا سری بر نداره دمبل. من اینو دارم صرفا برای اون دست از عزیزانی میگم که یه مدتی کار کردن، تکنیک و اجرای صحیحش رو یاد گرفتن و زود خسته میشن. برای اون عزیزانه که شروع بکنن با دمبل با کنترل، یعنی این نباشه که ضربات پرتاب بکنن. بله یه موقع است یکی کار کرده تسلط داره کاملا، اون وای میسه با ضربات با دمبل های حتی ممکنه سنگین تر شادو میزنه، ولی باید تحت کنترلتون باشه، پرتابش نکنه. این صرفا برای استقامت و عضلسازی عضلات شانه هاتون دستاتون هست، برای تقویت قدرت و استقامتشه. بنابراین همون حالتی که توی ویدئوهای قبلی من بهتون گفتم، بعد از اینکه شادو زدین تسلط کامل پیدا کردین میتونید از دمبل استفاده بکنید. حالا یا به صورت راندهای یک دقیقه شروع بکنید، 5 راند 1 دقیقه، 10 راند 1 دقیقه، یا میتونید به صورت شمارشی بزنید. مثلا بیستید روی گاردتون، بیستید شروع کنید ضربه چپ 1 2 3، ضربه راست و همینطور ادامه بدید. الان شما حالا اگر که دمبل ندارید بیستید با من چند تکرار میزنیم حالتشو بهتون بگم. من همون حالت آماده باش روی گاردم میستم، ضربه چپ مستقیم با شمارش 1 2 3 4 5 6 7، دست راست 1 2 3 4 5 6 7. کاملا باید تحت کنترلتون باشه. دست چپ با یه شمارش 2 تکرار، 1 2 تکرار کامل بزنید، 2 3 4 5 6 7، دست راستم به همین صورت، 1 2 3 4 5 6 7.
خب ضربه چپ راست بزنید با هم دمبل ها. این هم بیستید حالت گاردتون. یک دو سه چهار پنج شش هفت. فراموش نکنید این زمان زمان محدودیه، این زمان صرفا برای آموزشه، برای ارتقای اون علم ورزشیتون، برای یادگیری یک هنر جدیده. پس بعد تکراراتون و وقتی که برش میگذارید به نسبت اون هدفتون باشه. سعی بکنید بیشتر کار بکنید با دقت و کاملتر. خب یه حرکت دیگه ای که برای تقویت عضلات سینه، سرشانه و پشت بازوهاتون خیلی مهم هست که تو اکثر رشته ها کار میکنه، جزء ورزش های سوئدی هست، ورزش هایی که با استفاده از وزن بدن انجام شد، حرکت پوشاپ یا همون شنا رفتن، شنا پرس. خیلی از عزیزان شاید عضلاتشون ضعیف باشه، نتونن انجام بدن شنای کاملا، نتونن انجام بدن. خب من بهتون میگم به چه صورت میتونید قوی تر بشید. وقتی شما عضلات بدنتون، عضلات سینه، بالا سینه، سرشونه، جلو سرشونه و پشت بازوتون قوی باشه، میتونید مشتهای قوی تری بزنید، کاملا ضربتون سنگین تر میشه با تمرینات بدنسازی. یعنی یک بوکسور یا کیک بوکسور حرفه‌ای باید در کنار تمرینات روتین خودش، تمرینات بدنسازی، تمرینات کراسفیت، این آمادگی جسمانی، حوازی، همه این پکیج کامل باید باشه تا بتونه یک فایتر و یک قهرمان قوی بشه. من تمرین شنا رو بهتون بگم برای اون عزیزانی که شنا رفتنشون ضعیف است. اول یکی از روش‌های یادگیری ساده شنا رفتن روی دیوار هست. روبروی دیوار قرار میگیرید. اینم باز به آمادگی جسمانی شما بستگی داره. اگر عضلاتتون خیلی ضعیفه نزدیکتر به دیوار بایستید، دستاتون رو بگذارید به دیوار، بدن کاملا صاف، عضلات ناحیه کور منقبض و بدن مثل یک تخته به سمت پایین و بالا پایین. سعی کنید عمل دم و بازدم دوستان درست انجام بدید. ببینید پایین دم بالا بازدم. یک دو. امتحانش کنید. همین الان بلنشین دیوار خونتون رو، هر جا که هست کنار دیوار بایستین، دستتون رو بذارید، بدنتون صاف، فقط کمر رها نشه، کاملا عضلات منقبض باشه، بدنتون مثل یک تخت صاف صاف باشه. پس پایین دم بالا بازدم. اگر بدنم قوی تر بود فاصله همو بیشتر میکنم، دستامو تنظیم میکنم که حدودا زیر سرشونم باشه، پایین بالا. این حرکت هم دوستان از سه ست ده تایی شروع بکنید. فاصلتون رو نزدیک کنید، فشار بسیار کمی میاد، تقویت میشه عضلات. از سه ست ده تایی جواشاش زیادش بکنید، پنج ست ده تایی این روش که من میگم انجام بدید، جواب میگه. یک دقیقه هم حدودا بینش استراحت بکنید. حالا اونم باز به خودتون بستگی داره که چقدر آمادگی دارید. میتونید 30 ثانیه استراحت کنید، میتونید یک دقیقه استراحت کنید. پس 3 تا 10 تا برسونش به 5 تا 10 تا و یواش یواش تکراراتونو بیشتر کنید. دوباره بکنید 3 تا 15 تا، 4 تا 15 تا، 5 تا 15 تا، 3 تا 20 تا، 4 تا 20 تا، 5 تا 20 تا. این روش رو برای تمام مراحلی که من براتون توضیح میدم در نظر داشته باشید. یعنی مرحله های بعدی هم که من میگم برای قوی شدن عضلات سینه و سرشونه و پشت بازوتون به کار میره. با استفاده از صندلی، مبل یا لبه میز میتونید حرکت رو انجام بدید. باز روی حالت پا روی پنجه، بدن کاملا صاف مثل یک تخته. حالا میرید به سمت پایین عمل دم و به سمت بالا بازدم.
مرحله بعدی زانوهاتون رو روی زمین بذارید که فشار کمتر باشه و بتونید راحت ترین حرکت رو انجام بدید. حالا یا اینکه روی پا رو میکشید همین حالت روی زمین یا خمیده. این حرکت هم پایین تن بالا بازدن. یک دو. توجه داشته باشید بالا تنه و رانهای من تو یک مسیر قرار داره. این حالت کمرتون رو رها نکنید به سمت پایین. ممکنه فشار زیادی به مهرهای کمرتون بیاد، به ستون فقراتتون. سعی کنید بدنتون صاف باشه و عضلاتتون، عضلات شکم، عضلات فیله و عضلات سورنیتون را منقبض نگه دارید. در نهایت شنای اصولی یا همون پوشاپ. این زمانی به دست میاد که مراحلی که من گفتم برای اون عزیزانی که آمادگی جسمانیشون به نسبت ضعیف‌تر هست باید کار بکنن، تقویت بشن تا بیان برسن به این مرحله شنای درست. پس مراحل قبلی حتما براش وقت بگذارید، تمرین بکنید تا سطح قدرت و تواناییتون بره بالا. این حرکت هم دوستان کمر صاف، بدنتون از پا تا سر توی یک خط قرار بگیره. کمرتون رو رها نکنید به سمت پایین که به کمرتون فشار زیادی بیاد. بدن صاف پایین عمل دم، بالا بازدن. ببینید بدن منو. بدن صاف باشه. پایین دم، بالا بازدن. یک دو. جلسه امروزمون هم تموم شد دوستان. سعی کنید باند بوکسی که بهتون گفتم تمرینش بکنید، تکرار بکنید که مسلط بشید و حرکات شنا، تمرینات تقویتی امروز یه جورای اختصاص شده بیشتر به آمادگی جسمانی و حرکاتی که عضلاتتون رو تقویت میکنه، قدرت و استقامتتون رو میبره بالا، ضمن اینکه ضرباتتون رو قوی تر میکنه. پس بنابراین باید کار کرد. همیشه ایتون باشه موفقیت لحظه‌ای به دست نمیاد یا شبه به دست نمیاد. باید تمرین کنید، باید تلاش بکنید و ریاضت بکشید. البته اینا در خصوص کسانی میگن که هدفشون خیلی بالاتره. کسی که میخواد صرفاً برای آمادگی جسمانی، برای سلامتیش، برای تناسب اندامش کار بکنه با همین ورزش هم میتونه، با ورزش کیک بوکسینگ، با همین تمرینایی که بهتون میگم. ولی کسانی که میخوان برن در بعد قهرمانی باید خیلی زحمت بکشن، خیلی سختی بکشن. موفق، شاد و سلامت باشید. من محسن آهانی هستم. شما رو به خدای بزرگ.